خب در بحث مباحث مربوط به مذاکرات و گفتگوها بارها در این جلسه هم اعلام شده، جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه هم اخیرا مجددا تاکید کردن بر اینکه رویکرد جمهوری اسلامی ایران همچنان پایبندی به مسیر مذاکره هست، به منظور دستیابی به یک توافقی که پایدار باشه و متضمن منافع اساسی جمهوری اسلامی ایران باشه و منافع ملت ایران رو تأمین بکنه و در این حال این توافق توافق پایدار و ماندگاری باشه. خب این موضع مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران هست. اخیراً در گفتگوی وزیر امور خارجه کشور ما با نماینده عالی اتحادیه اروپا آقای بورل مجدداً مورد تأکید قرار گرفته و اینکه جمهوری اسلامی ایران همچنان پایبند مسیر مذاکره است. اینکه دیدگاه‌هایی در طرف مقابل مطرح شده و بعضی از صداها رو ما در حوزه غرب شنیدیم، در اروپا شنیدیم یا در آمریکا شنیدیم که روند گفتگوها رو ارتباطی دادن با مسائل اخیر داخلی در جمهوری اسلامی ایران و دامن میزنن به اشاعه اخبار غلط و نادرست. خب ما معتقد هستیم که اساساً موضوع داخلی جمهوری اسلامی ایران مربوط به دولت و ملت ایران است و ما اجازه نخواهیم داد که در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران کشوری مداخله بکنه. موضوع مذاکرات موضوع مشخصی است، چارچوب روشنی داره، جزئیات کاملا برای طرفها روشن هست، مواضع و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران بارها بیان شده و ما آماده هستیم در همون مسیر کار رو به پیش ببریم و به توافق جامعی برسیم که این توافق تأمین کننده منافع همه طرف ها باشه. ما تأکید می‌کنیم که بر مبنای احترام متقابل و متبادل و منافع متقابل آماده تعامل دو سویه هستیم با همه طرف‌هایی که در مسیر مذاکره قرار داشتن برای اینکه مذاکرات رفع تحریم‌ها به نتیجه برسه. اما در این حال تأکید شده و تأکید می‌کنیم مجدداً در این جلسه که در برابر هر گونه تلاش طرف‌ها، مشخصاً طرف‌های غربی و همچنین دولت آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید، برای اعمال فشار برای امتیازخواهی و باج‌خواهی و در برابر هر اقدام محدود کننده علیه دولت و ملت جمهوری اسلامی را ما با جدیت ایستادگی می‌کنیم، با قاطعیت ایستادگی می‌کنیم و به موقع به اونها پاسخ خواهیم داد. خب این موضع و دیدگاه روشن جمهوری اسلامی ایران در بحث موضوع مذاکرات رفع تحریم هاست. در خصوص